برنامه نان سرخ نگاه می کنید مجله اجتماعی سیاسی که به زبان انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی من مریم نمازی هم. و من فریبرز پویا هستم قبل از شروع برنامه دوست داریم به همه بینندگان عزیز 8 مارس روز جهانی زن را تبریک بگیم در برنامه هفته مصاحبه داریم با تسنیم خلیل نویسنده و جورنالیست بنگلادشی در زم در رابطه با انتخابات در ایران لایحه حفاظت در پاکستان برای زنان که ضد اسلامی محسوب شده داعش و یک وسیله برای زنانی که هجاب رو رعایت نمی‌کنند فتوا علیه تحقیقات در مورد زنان دوچرخ سواری در غزه و ارتودکس یهودی و جداسازی جنسی و البته هشت مارس و مبارزه علیه هجاب اجباری و برای برابری زن و مرد با ما باشید این هفته که گذشت کلا روزناما پر از خبر موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات جمهوری اسلامی ایران خیلی شدید بود انتخابات پیروزیشون اصلا چه پیروز شدن اصلا آدم نگاه میکنه این رو میبینه این کدوماشون رفرمیست کدوماشون چیز عقب مونده است نگاه میکنه اینا بعضیاشون که اصلا بعضی که نگاه میکنی میبینی که اینا که عین هم هستن یا از این لیست میرن تو اون لیست از این لیست میرن تو اون لیست یا تفاوتی نمیکنه بین اینا ولی نکته جالبش اینه که هرچی توضیح و گزارش هایی رو که از میاد از واقعیت جامعه ایران و جمهوری اسلامی فاصله دارتره داستانشون عجیب غریب تر میشه یه های دنیا دارن سرشون رو میخوان که آره این انتخابات ایران خیلی پیچیده است و در واقع این پیچیدگی که دارن تلاش میکنن توضیح بدن که حرفایی که دارم میزنم به واقعیت نمیخوره و شاید. به خصوص چون قابل توضیح نیست قابل توجیه نیست و این یه واقعیت نمیشه یه سیستم دموکراتیک داشت و دولت مذهبی داشته باشی این ای اینا با هم متضادن دقیقا ولی یه نکته رو که مطرح میکنم به نظر من مهمه که باش بهش در مورد صحبت اینه که خب مردم اومدن توی صحنه و مردم تاثیر داشتن که این جناح یا اون جناه یه خورده این ورتر بشه به خب نقش مردم خیلی مهمه این وسط ولی همونطوری که آقای خاتمی از آرکیتکتا و رؤسای جمهوری اسلامی مطرح کرده که شخصیت‌های نظام میتونن این برمور بشن ولی استراتژی و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی عوض نمیشه این این حقیقتی رو داره مطرح میکنه که زیاد به نظر من نمیشه به این انتخابات دل بس به نتایج انتخابات دل بس واقعیت توی خیابون تو جامعه ایران عوض میشه و همیشه نشون داده شده نگاه کنید هر اتفاقی که افتاده تو ایران اون موقع است که مردم توی خیابون اومدن و خارج از سیستم و چارچوب جمهوری اسلامی عمل کردن دقیقا. و خب می‌بینیم که این نقش مذهب واقعا نقش مخربی در خیلی از کشورهای جهان داره یک لایه خیلی جالبی توی منطقه پنجاب پاکستان به تصویب رسیده و این یک لایحه که علیه خشونت زنه چه خشونت خانوادگی جنسی و خشونت های روحی و خب مشخصه چون یه لایحه خوبه به نفع زنان ملاها اومدن و گفتن که این آره سازمان های اسلامی و سازمان اصلی اصلی توی پاکستان اعلام کرده که این برای مردم مشکل وجود کنه مردم احساس امنیت نمی کنند. با میکنم کارهایی که دارن انجام میدن به منظورش خودش در واقع و جنرات اسلامیه ولی به نظر من باید این دستاورد مهمیه برای جنبش زنان توی پاکستان و باید نه تنها جشن گرفت در رابطه با این لایحه بلکه ازش دفاع کرد و تمام سازمان‌های دنیا باید از این لایه دفاع کنند و جریانات اسلامی رو افشا بکنن که دارن مقاومت بکنند در نقیقا و خب کلا هم فقط هم اسلام نیست نمیدونم اگر بینندگان عزیز خبر یک خانم 81 ساله به اسم رنه رابانویتس رفته بود روی هواپیمای الال مسافرت داشت میکرد به اسرائیل و یهودی یهودی یه 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 ارتودکس کسایی که حاضر نیستن پیش یک زن بشینن بغل یک زن بشینن حاضر نشد که پیشش بشینه صندلیش بغل این خانومه بود و این خانومه مجبور شد که پاشه و بره یه جای دیگه بشینه و الان یک کیس هست در دادگاه علیه همین جداسازی جنسی که داره صورت میگیره و این در واقع خودش رفته با یه کمپینی که برای این جداسازی ها توی اسرائیل هست و چندین ساله داره عمل میکنه حدود فکر کنم دو سال گذشته بود که خیلی از مردم اسرائیل اعتراض کردن به جداسازی زنان و مردان توی اوتوبوس ها توی اسرائیل که شبهش هم توی ایران داریم دقیقا همینطورو و دادگاه عالی اسرائیل گفت که این کار غیر در واقع تبعیز آمیزه و جلوی این کار رو گرفت که اون قدم خیلی مثبتی بود و الان هم همین کمپین داره پیش میره و اینکه در ها, 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 که کسی نمیتونی بیاد بگه من نمیتونم پیشین زن بشنم و بعد اون خانمه بلندشه بره جاش عوض کنه که آقایی که مذهبیه و نظر ارتجا داره داره چیز میکنه آره که اون راحت بشینه راحت آره. و خب یکی از این سمبول های همین جداسازی خب خود هجابه و نمیدونم اگر شنیده باشین ولی اخیرا خبر اومده از سوی پناهنده زن که فرار کرده بود و میگفت که داعش یک وسیله داره مانند قیچی مانند که پوست گوشت زنا رو میکنه وقتی زنی پیدا میشه که هجاب و به طوری که اونا میخوان رعایت نکرده باشه و میگفت که خواهرش یادش رفته بود رو بپوشه و از خونه رفته بود بیرون و این داعش با این وسیله بهش حمله کرده بود منو یاد چیز میندازه یاد اوال دوران انقلاب بعد از جمهوری اسلامی سر کار آمده بود و چطوری پونیز می توی پیشونی و سر و صورت خانمایی که به می گفتن که شما هجاب اسلامی رو رعایت می کنید و در واقع حجاب اسلامی رو با فشار با زور با سرکوب بر مردم ایران تلاش کردن که در واقع حقنه بکنن حجاب رو سر زنها بکنن و خب حجاب نروسری نتوسری رو خیلی شنیدیم و خب فکر کردیم چون هشت مارس و خیلی جا داره که اون تظاهرات واقعا عظیم هشت مارس علیه حجاب اجباری رو به شما بینندگان عزیز دوباره نشون بدیم و نشون بدیم که چجوری این یک مبارزه که ادامه داره و تموم نشده دقیقا قبل از اینکه بریم این فیلمو ببینیم بعد نیست به خبری هم که از استرالیا آمده بود در رابطه با باله، 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 باله. در رابطه با خانومی که رفته بود جلسه ای که حزب که در واقع حزب بین اسلامیه جلسه گذاشته بودن و زن و مردا رو جدا کرده بودن زن رو گذاشته بودن ته سالن و مردا جلو که شون اعتراض کرده و در واقع حزب رو به دادگاه برده, برده و و برد و این هفته برد و دادگاه استرالیایی گفته بود که جداسازی جنسی تبعیض علیه زنان نه راست میگن معلومه و این نشون میده که توی دنیا در واقع جپه های متفاوت برای جریانات اسلامی و در دفاع از حقوق زنان جداسازی به علیه هجاب دفاع از حقوق زنان مبارزه بر علیه خشونت و علیه زنان رو و اینکه زن بودن جرم نیست مبارزه در واقع تو صحنه و کشورهای مختلف داره شکل میگیره و به جاست که تو این روز جهانی زن این اینو یادآور شیم که یه جنبش عمومیه و فیلمی رو که میخوایم نشون بدیم دقیقا این همین رو نمایندگی میکنه دقیقا. devant l'hôpital, les femmes Salut les rejoignez-nous Certains fanatiques religieux ont réagi très violemment aux manifestations des femmes en les harcelant, en les injuriant et même en les frappant. Sima nous disait, oui, la semaine dernière, j'étais en danger lorsque je descendais dans la rue parce qu'ils avaient demandé qu'on mette le tchador. J'avais mon foulard dans mon sac, j'en ai toujours un par sécurité. Des hommes dans chaque voiture qui passait disaient quelque chose. J'ai pensé que s'ils continuaient, j'agirais, je me défendrais. On a déjà fait des manifestations. Il y avait des soldats dans les rues, c'était le danger de mort. Maintenant, on peut marcher devant quelques hommes, on n'a plus peur. اول که مج... مسئله هجاب و مطرح کردن ما همه زنا و اونایی که واقعا Quand notre a commencé, toute la nation luttait pour le triomphe de la liberté contre la dictature. هفته گذشته مصاحبه داشتم با تصنیم خلیل. ایشون برای یک سخنرانی اومده بودن به لندن برای جلسه سازمان قلم در رابطه با کتاب اخیرش که در مورد گروه های مرگ و ترور دولتی در آسیای جنوبی است ایشون در رابطه با وضعیت آزاد اندیشان بنگلادش و در ضمن راههایی که ما میتونیم ازشون حمایت کنیم با من صحبت کرد i wanted to first talk to you about abijit roy. it is, has just been the first anniversary of his murder. can you explain uh, a bit about what exactly happened and what the situation is now about those who actually took part in the killing? Uh, thank you for having me. Uh, yes, uh, we just, it was just a one-year anniversary of the murder. And uh, as far as I understand, no one has really gone to trial or faced any kind of uh, justice uh, because of the killing. Uh, there are some other cases where we know that some people were arrested, and recently the police cracked down on a house in Dhaka and they claim to have sort of destroyed the headquarters of. Uh, ansar al-islam in dhaka, which i think is a good development. Uh, but that's all there is, and we have not heard anything about uh, any progresses in the investigations, not only in Obijetski's case, but also other cases. I mean, with uh, regards, you know, abijit's case and others, uh, there does seem to be this sort of you know, indiscriminate violence against free thinkers in bangladesh. is there also a sort of large amounts of solidarity in bangladesh for free thinkers? Uh, free thinkers, uh, as, as we know, are, are usually called gnostics or atheists in bangladesh, and they're uh, figures among the general public. Uh, there is a growing movement of free thinkers. And uh, this is led by, uh, this was led by O.P. as you know, I mean, uh, he was the editor of Mukta Mona blog and, uh, uh, but after these killings, we can see that there is a new generation of thinkers they're coming up and that's an excellent thing. And, uh, regarding the first part of your question, it's not really indiscriminate. It's very targeted and, uh, if you, if you look i have been uh, reading up on jihadi literature which is available on the internet they have their website and all that uh, and and they're very focused what kind of person to kill uh, who to kill and why uh, these are followers of anmara awlaki the imam the uh, imam who was droned and uh, assassinated by the united states a few years back uh, these are the same people ideologically they are the same group um, who attacked uh, who, who carried out the Paris attacks. And uh, so these are very targeted and um, very organized attacks and I don't I, I fear they're not going to stop anytime soon. So there is a list of people as you say that they're targeting and the government seems to be completely you know not following through with trying to prosecute them. Why is that? Why, what's, why is that happening? Uh, b just to clarify, there is no public list. There are lists which w we know of, you know, b b these lists are described as uh, hit lists and uh, all that. Uh, but uh, Ansar al Islam, uh, to the best of my knowledge, never published uh, any public list. And that doesn't make sense, also, you know. I'm not going to make a list and publish it if I'm targeting someone to kill. Uh, but there is a profile that's that's what I was trying to get at uh, anyone who writes about science, anyone who critically tries to examine Islamic texts and all that they they are uh, the targets uh, and why the government is not doing anything because there is a you have to realize these are there are these are um, the people who are also spiritually uh, or ideologically aligned with the uh, madrasas, the Comi madrasas, and the government is actually in an alliance of sorts with uh, Hefazote Islam right now. Uh, and uh, when Hafazote Islam came out on the streets <clears throat> against the bloggers, uh, I think back in 2013, the government was really afraid that now. Uh, there will be an Islamic revolution or something. Uh, and and and, and they, these people had to be taken care of. And that was also really uh, unfortunate in a sense. You had senior uh, clergy, the mullahs, and they were sending young children, uh, madrasa students, out to the streets as you know, cannon fodders. And um, so the government cracked down. Uh, a number of people died and then they actually entered into an alliance of sorts a very secretive uh, arrangements that as long as the government uh, does not allow any criticism of islam uh, any intellectual criticism of islam to go very far, then Hafal is not going to come and, 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 and try to challenge the government. and that's why you'll see that now they have also uh, arrested a publisher from a book fair and his only crime is publishing a book at a book fair. Um, and he's, as far as I know, he's still in in, in detention right now. Uh, and, and this is going on. and I don't see any, 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 any day uh, it will stop this uh, persecution about the huge secular movement in uh, bangladesh. Um, is, is there some sort of links between that movement and these free thinkers who are being persecuted? Uh, no. i mean, one thing is there is a rise of two sorts of right-wing in bangladesh. one is uh, the secular nationalist right-wing uh, who talk about bengali nationalism and it's very ethno-nationalistic. Uh, another is this Hezbollah, islam madrasa, um, Islamic right wing. Uh, the free thinkers, by the way, I mean they're a very diverse group of people. I mean, there are people I don't agree with uh, because of their, you know, bigoted views on different things and all that. Uh, that's okay, uh, but they, they're a very small group of people, uh, mostly young. And they try to write and discuss and talk about things that no mainstream uh, media outlet, for example, will, will even dare to touch. Um, so it's a, it's, a, it's a very it's a very small group, small growing group, though. Yes. So you know, uh, there's been lots of international protests in defense of Avijit, um, free thinkers. Do you think that's effective? What else can be done to more effectively defend those who are at risk? Uh, from outside, I, I was asked the very same question. I was doing a PEN event uh, the other day, and uh, that was organized by English PEN. And what I said that from outside Bangladesh, I don't trust on governmental actions, say like the British government or the American government, because, you know, they have been uh, Supporting repressive regimes in, in Bangladesh for, for a very long time now, but it is very important for organizations like yours uh, and, and, and uh, activist organizations to stand beside the free thinkers of Bangladesh, not only by you know uh, releasing statements or uh, petitioning someone. Uh, maybe I, I find it laughable to you know send a petition to Sheikh Hasina for example she's not going to save anyone uh, but it's very important to give them platforms give them forum uh, if you have a magazine get a Bangladeshi free thinker to write there if you have a I don't know uh, bread and bread and roses interview that person give that um, give that platform because the the, the space for free thought in Bangladesh is under constant attack and the, the, one amazing thing about our age is that you you can have a discussion in London and that can have an impact in in whatever uh, Lakshmipur or uh, other areas in Bangladesh also. So that is very important. That's where the support should focus on giving voices to the people who are, Uh, being persecuted because of their voices. امیدوارم از مصاحبه با تصمیم خلی خوشتون اومده باشه به نظرم یه بحث خیلی مهم الان تو بنگلادش اینه که دادگاه عالی بنگلادش داره تصمیم میگیره که آیا میتونه اسلام رو از مذهب رسمی دولت جدا کنه حذف کنه چیزیه که از سال 88 تصویب شده و خب این یه حرکت خیلی مهمی میتونه باشه دقیقا شما اگه این اتفاق بیفته فکر کنم لحظه مهم میشه توی در تو کشورهایی که اسلام زده هستن هم توی آسیا توی خاورمیانه و شمال آفریقا یه،, یه لحظه خیلی مهمیه نکته دیگر که تصمیم مطرح کرد اینه چطوری جنت اسلامی با دولت و احزاب حاکمه دستشون تو دست همه چطوری با هم همکاری میکنن از هم بدوستون دارن با هم و همین که قاتلین اویجی روی رو هنوز محاکمه نکردن یکی از پوینت هایی رو که به جنات اسلامی در واقع دولت, دولت بنگلادش داره و خب همین زد و هم ما میبینیم چه دولت های اروپایی با دولت عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران و یا خود با اسلامی های خود اروپا چه رابط هایی دارن چه جوری کمک میکنن که این جنبش بتونه ادامه بده کارش رو بدون اینکه زیر فشار واقعی قرار بگیره در این حال جنرات آزاداندیش دگرندیش روشنفکر و کسایی که دنیای غیر مذهبی رو میخوان توی بنگلادش هم اونا هم یه همبستگی بینمانالی دارن و نکته رو که مطرح میکنه تصنیم اینه که این همبستگی باید ادامه پیدا کنه فشار روی دولت بنگلادش باید ادامه پیدا بکنه و فضا برای ابراز وجود این جریان اگه توی بنگلادش میخوان خفش کنن جلوشو بگیرن توی واقع دنیا میشه فضا رو براشون باز کرد بهشون امکان و فضای ابراز وجود داشت و یکی از کارهایی که این برنامه هم داره میکنه نان رو همین کار داره میکنه فتوای احمقانه این هفته از هندوستانه و سونی برلوی مرکز درگاه علا حضرت و ایشون اسمی خیلی بلند. بله خیلی بلند و اینا نشستن گفتن که متح... تحقیق کردن روی وضعیت زنان قدقنه یک محقق دانشگاه قانون اومده با صد زن مسلمان مصاحبه کرده و دیده که از این صد زن چل درصد گفتن که میخوان قوانین شرعی عوض بشه سی درصد گفتن حق طلاق میخوان هشتا درصد گفتن که حقوق برابر در تقسیم مالکیت خانواده میخوان و خب این مفتی ها چی, چی گفتن؟ گفتن که نه نه این اصلا کار خوب نیست برابری زن و مرد نمیتونه این قوانین شرعی شریعه است یعنی اینکه حق این داشته باشن که طلاق بگیرن نه نه این اصلا کار خوب نیست شما مش که از شریعه اطلاع ندارید که شریعه چقدر خوبه و گفتن اجازه اصلا ندارین اصلا تحقیق کردن در رابطه با شریعه اصلا <applause> کار بیجا و بی خودیه به خاطر کهش به این خوبی هست همه خیلی خوشحال توی دنیا و زنان خوب. و مردم دارن زیر شریعه زندگی میکنن و گفتن خب چون که نمیشه عوضش کرد نباید تحقیق کرد روش نباید پیشنهاد برای تغییرش داد اینا همش غیر قانونی قدقنه و این در واقع این کاری رو که دارن این سه آخوند ملای <applause> احمد <مونده. تصفيق> دارم میکنن با واقعیت خواست زنها توی دنیا کاملا متفاوته معلومه پس چی؟ لحظه ای از زندگی این هفته از غزه است و زنانی که دارن در ملعه عام دوچرخه سواری میکنن در حالی که طبق قوانین حماس اجازه ندارن این کارو بکنن ورزش زنان در ملعه عام قدغن زنان دخترانی که به سن بلوغ رسیدن دیگه اجازه ندارن در ملعه عام دوچرخه سواری کنن و خب میبینیم این این خانم اومدن و دارن این کارو میکنن و واقعا مایه خوشحالی همه ماست که چنین خبری رو و واقعا مایه افتخاره چطوری زنا توی غزه تحت حکومت فاشیستی جنت اسلامی و این حالی که دو محاصره دولت اسرائیل هستن هنوز زندگی و لحظه از زندگی توش به وجود بردن و نشوندن مثل تمام زنای خبر میانه در صف اول مبارزه هستن و خب خیلی هستن که تشویقشون کردن ازشون حمایت کردن و خب یه سری هم هستن که گفته بودن که خب این خانوما باید به شوهراشون اطاعت کنن و برن آشپزی کنن و خب خانوما خیلی مشخصا گفتن نه مرسی ما دوچرخه سواری هم خواهیم کرد و خب یه نوع مبارزه خیلی جالبیه و, دمشون گرم واقعا تمام دنیا از این صحنه رو که می‌بینن. ازش حمایت میکنن احساس میکنن که کاری رو که کردن کاریه که تمام زن و تمام مرد مردای آزادی خواه و مردم دنیا میخوان و جاشون توی قلب تمام مردم دنیا هست دقیقا امیدوارم از برنامه این هفته خوشتون اومده باشه خیلی ممنون از تماسایی که میگیرین از کمک های مالیتون کمک های فکریتون کامنت هایی که برامون میفرستین واقعا خیلی خوشحال میشیم که ازتون ایمیل و تماس بگیریم حتما این تماساتون رو ادامه بدین تا هفته آینده امیدواریم هفته خیلی خوبی داشته باشین و هشت مارس خیلی عالی داشته باشین تا هفته بعد Goodbye. hi i'm Maryam namazi and i'm fari bospuya we're hosting a program called bread and roses it's a weekly program that's broadcast in persian and english in the middle east and north africa primarily iran as well and it's also shown on youtube internationally and we've been doing this since last may we're coming up to our year's anniversary and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos we discuss taboo breaking free thinking ideas the islamic regime of iran has called us immoral and corrupt and that's why you need to support us we are and the alternative voice in middle east and north africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators it's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.